چیزی که بگم حمله بر این میشه که خب حالا خودش دانش و نرفت و نشد، ولی میخوام یه چیزی توجهتون رو به یه نکته خیلی مهمی جلب بکنم. فرجیدان رو خاطر روسیه ها یکی از مسئله مهمش بود که استیزام شد. جای ما نه جای من، اصلا من در اون حدم نبودم، ولی همون جایی که من بودم، شریعتی رئیسش بود، دانشگاه علامه و همه دانشگاه های دیگه، با سهمیه های دانشجویی رو آوردن تو اون سالهایی که ما بعد میشستیم پشت صندلی ها و حالا یه جای دیگه بودیم که اونجا مدرسه دانشگاه بود. اما داستان اینه که اون آدم ها، کسایی که اومدن جای ما با بدون کنکور رفتن فوق لیسانس، بدون کنکور بورسیه شدن، بهترین دانشگاه دارن درس میخونن، فردا میشن هیئت علمی، فردا میشن استاد دانشگاه. استاد دانشگاه ما الان باید کیا باشن؟ که همه دوستان که کنار من نشستن قراره که اساتید دانشگاه ما باشن، درسته همشون در سطح استاد دانشگاه، اما نیستن. نه نسرین حقوق درس میده، نه آقای سلطانی حقوق درس میده، نه آقای نوریزاد درس میده، نه دکتر ملکی، نه نرگس. حالا شما 10 سال دیگر رو تصور بکنید، کسایی که قرار همسن من هستن و اومدن رفتن بورسیه شدن و میشن هیئت علمی و میشن رئیس دانشگاه و میشن استاد دانشگاه، اون آدم ها آینده این مملکت رو خراب میکنن. از این چیزی که ما فکر میکنیم مهم نیست، آره مهم نیست، خیلی ها به من میگن که حالا این دانشگاه رفتن مهم نیست، لیسانس مهم نیست، فوق لیسانس مهم نیست، آره مهم نیست، اما چرخه صنعت این مملکت توسط همون آدمایی قراره 10 سال دیگه به چرخه که امروز بورسیان، قراره توسط آدمایی به چرخه که ماها رو با اون فیلترها گذاشتن کنار و کسایی رو گذاشتن که اصلا با فکرای ما اصلا نمیخونن و عمدتاً بی‌سواد. حالا معدل 11-12 که اومد رفت بورسیه شد، فوق لیسانس گرفت، دکترا رفت و اینا رو بذاریم کنار، اما اصلا فکر اینو بکنید که اینا میشن رئیس دانشگاه و قراره بیان به بچه‌های ما درس بدن، اونجا فاجعه معلوم میشه. ما داریم کوتاه نگاه میکنیم و فکر میکنیم که اینکه فلانی دکتراشو نگیره، اینکه فلانی ستاره دار بشه، اینکه فلانی ستاره دار بشه بی ارزشه. آره بی ارزشه، برای ما هم دیگه ارزشش از دست میده، چون فقط یه مبارزه شده برگشتن به دانشگاه. اما فردا رو در نظر بگیرید که صنعتگر ما یه آدم بی سواده، سیاسی ما یه آدم بی سواده، استاد دانشگاه ما یه آدم بی سواده، وکیل ما یه آدم بی سواده، نماینده مجلس همین آدمایی هستند که امروز دارن دکترا میگیرن، 10 سال دیگه، 15 سال دیگه میشن نماینده های مجلس ما، مثل همین امروز نماینده های ما یه مشاهده بی سواد قرار باشن. اون آینده ها رو ببینید که خیلی خطرناکه و بدونید که دانشگاه مهمه، وزارت علوم مهمه، حساسیت حداقل ما رو بس ستاره دارا شاید یه فرده بیشتر بزنید.